سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. توی سرمایه‌داری ما درست و غلط نداریم. این اصل سرمایه‌داریه و تنها چیزی که وجود داره توی این سیستم ترند و غیر ترند یا مد و دمد است. وقتی یه انسان وارد این دنیا میشه که خب ناخواستم هست، یعنی هیچ کسی درخواست نکرده بوده که بیا توی این دنیا، کلی درست و غلط هست که توسط کسایی که ازشون از اون فرد سنشون بالاتره بهش گفته میشه و تا وقتی که حالا اون فرد بتونه به این مرحله برسه که خودش مستقل فکر بکنه یا درست و غلطش رو تشخیص بده، کلی چیز مختلف وجود داره که توی ذهنش رفته و دیگه شاید نتونه تا آخر عمر از چنگ اونا خارج بشه. اتفاقی که حالا توی فضای مجازی هم مثل هر سیستم دیگه سرمایه‌داری میفته اینه که یه موضوعی وقتی تبدیل به ترند میشه دیگه آنچنان اهمیتی نداره که درست و غلطش به چه شکلی باشه، فقط مهمه که تا مرحله ترند شدن پیش بره و بعد از اون میتونه در معرض دید همگانی قرار بگیره و خب طبیعتاً ازش پولسازی بشه برای کسایی که دارن حالا کانتنت هول و هوش و موضوع درست میکنن. به عنوان یه مثال هم مثلا میتونیم ماجرای لوات رضا ثقتی رو در نظر بگیریم که این مدت خیلی خیلی ترکید. فکر میکنم ترند یک کامیونیتی فارسی بود حالا توی تمام جاهای واقعی و فضای مجازی و خود من یه ویدیو براش درست کردم در رابطه با دروغ بودن اون ویدیویی که منتسب میشد به رضا ثقتی که خب خیلی هم واکنش منفی داشتن با وجودی که واکنش مثبت هم زیاد بودن، هرچند که من خیلی واضح اونجا گفته بودم که قصد حمایت یا لاپوشنی کردن چیزی رو ندارم. فیلمی که ترند شده بود کاملا مشخص بود که هیچ قسمتی از چهره اون فرد اون فیلم اصلا واضح نبود، یا توی کادر نبود یا خب کاملا سیاه بود، یعنی حتی اگه اون فرد این کارم کرده باشه دلیلی نداره اون فیلمی که ترند شده بود واقعا برای اون فرد باشه. اتفاقی که افتاد اینه که این موضوع تبدیل به یه ترند شد توی کامیونیتی فارسی، واژه لوات و حالا باجناق، یعنی بخوایم دو تا کلید واژه براش بگیم این دوتا بودن که یه جای تبدیل به ترند شدن و بعدش هزاران کانال و صفحه اینستاگرامی و تلگرامی و توییتر و چیزهای مختلف بودن که دیگه این کلید واژه رو دستشون گرفته بودن و هر فیلم ایرانی یا غیر ایرانی که دو نفر حالا با هم دیگه داشتن رابطه برقرار میکردن، دو تا پسر رو برمی داشتن و نسبت میدادن به گیلان، یعنی گیلان هم یکی دیگه از کلید واژه هایی بود که این سه تا در کنار هم هر کسی که باهاش یه چیزی میساخت خب تبدیل به ترند میشد. ماجرا تا همین الانش هم همچنان ادامه داره و دوباره یه ویدیوی دیگه ای منتشر شده که گفته میشه که حالا این دفعه پسر با پسر نیست، پسر با دختره و گفته میشه که حالا یکی از مدیرای صدا و سیمای دوباره گیلانه که همچین رابطه‌ای داشته. همونطور که میبینید قطعا هم متوجه شدید دیگه، چون اولیش یعنی ترند شدن این داستان با گیلان بوده دیگه، مثلا 29 تا استان دیگه ایران کامل کنار گذاشته میشه دیگه. یعنی هر اتفاقی که قرار راجبش صحبت بشه دیگه راجب گیلان خواهد بود. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون میخوام این دفعه کمک هوش مصنوعی بهتون اثبات بکنم این ویدیو جدیدی که ترند شده و برای یکی از مدیرای صدا و سیما و رابطه‌ای که داشته اومده بیرون اثبات بکنیم که این قطعاً ساختگیه. اگر هنوز کانال رو هم سابسکرایب نکردید لطفاً این کارو بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدی که میاد باخبر بشید. المانی که معمولا توی خبرهای به این شکل وجود داره، یه موقع مثلا یعنی کلی دارم صحبت میکنم اصلا راجع به ایران نیست، یه موقع مثلا یه سلبریتی مثلا مثل بریتی که خودم براش ویدیو درست کردم یه اتفاقی براش میفته، میره تو رابطه جدا میشه، خیانت میکنه، خب این چیزا خیلی چیزای مشخصیه و درصد درست بودنشون هم خیلی بیشتره با وجودی که اونا هم خیلی توش اغراقای الکی میشه، اما باز آدم میتونه به این فکر بکنه که ممکنه درست باشه. اما چیزایی به این شکل که برای مسئولای دولتی توی کل دنیا به وجود میاد اکثرش فیکن و فیک بودن اینم با چند تا المان قابل تشخیصه. اول اینکه اسامی که سراغشون میرن، حالا یه سری توضیحاتی من اول ویدیو دادم که مثلا گیلان، کلید واژه گیلان و لوات و مدیر اینا یه حالت ترندی میگیره و بعد خب همه میرن شروع میکنن کلیپ هایی که بشه مربوطش کرد به مدیرای گیلان رو پیدا میکنن، این دوتا رو به هم دیگه ربط نه. المانش که این المان بعدش اینه که معمولا اسامی که انتخاب میشن آنچنان معروف نیستن، یعنی طرف خب به هر حال وجود داره، یعنی اون اسمی که انتخاب میشه که راجبش صحبت بشه آدمی که تو دنیای حقیقی وجود داره اما آنچنان شناخته شده نیست. بریم سراغ کسی که الان از اسمش استفاده شده، محمد مسعودی. من اصلا نمیشناسم واقعیتش، خیلی در جریان چیزای این شکلی هم نیستم، یا الان هم میخوام از نقطه نظر حالا یکم دیپ تئوری تور بهش نگاه کنیم که چه اتفاقی داره میفته. این ماجرا راجبه هر چیز دیگه‌ای یه بلاگر هم میتونه اتفاق بیفته، فرقی نمیکنه. محمد مسعودیان که شما سرچ بکنید می‌بینید که اصلا یه تصویر
مشخص براش نمیاد. ببینید تصویری که اینجا دارید میبینید، من با موسشون میدم، با این تصویر هیچ ارتباطی نداره. اینم بزرگترین موتورهای جستجوی دنیان دیگه، یعنی میرن بهترینا رو پیدا میکنن براتون میارن. یه عکس اصلا اومده دو نفر خارجی ان، انگار چرا یه همچین چیزی، چه اتفاقی افتاده، راجبه حاج محمد مسعودیان فرم هست فکر میکنم، سه روز پیش هم گذاشته شده این خبر. خود حالا این فیلمی که پخش شده برای در واقع امروز و دیروزه که همه دارن میذارن. یا مثلا ببین اینجا یه جوونیه، اینجا یه نفر دیگه است، اصلا همه تصویرا انگار با هم فرق میکنه وقتی محمد مسعودیان سرچ میکنه. خیلی عجیبه. نکته بعدی اینه که حالا دو تا از تصویرا هم که اومده همون رابطه هست که حالا فیلمش اومده بیرون، میخوام ببینیم روی یکیش کلیک بکنی. ببین اینجا الان باز شد، من این عکسو میام سیو میکنم. این یه عکسیه که حالا به هر دلیلی کاور یا تامنیل شده تو یکی از این جاهایی که خبرشو کار کردم. من این عکسو سیو کردم. حالا میریم سراغ سرچ با تصویر. اکثر موتورهای جستجو این موردو دارن. ببین اینجا میتونید خیلی راحت، من سرچ میکنم ایمیج گوگل مثلا، اینو انتخاب میکنیم، اینجا میاد توی قسمت در واقع ایمیج گوگل. شما میتونید با عکس سرچ بکنید، یعنی یه عکس میدید میتونه بره عکس مشابه یا سورس اون عکس رو براتون پیدا بکنه. من اون عکسی که چیز کردیم رو، سیف کردیم رو میام بهش میدم. خب اینجا اومد یه سری عکس، مثلا چون خیلی جدید این عکس تبدیل به ترند شده فعلا نمیتونه خیلی تصویر مشابه براشون پیدا کنه. میبینید که خیلی خروجی های خوبی نداده، طبیعی هم هست که سیستم هوش مصنوعی طول میکشه تا ترین بشه و مثلا شاید هفته بعد اگه این سرچ رو انجام بدین نتایج بهتری بده. اینم در نظر بگیرید که موتورهای جستجو سراغ سایت های حالا پرمحتوا اینا نمیرن، معمولا تو این سرچ های این شکلیشون خیلی نمیرن، مگر اینکه حالا این موتوری باشه که مخصوص این مورد باشه. یه گزینه داره find image source. این اتفاق و این خبر امروز دیروز منتشر شده که یکیش هم نمیدونم از رادیو گیلان، حالا هم کانال تلگرامی سایت به چه صورتیه، خلاصه اون اولین بار گذاشته بوده. ما میریم ببینیم که سورس این ایمیج از بس کجا بوده، یعنی آیا واقعا اون خبرگزاری اولین بار پخش کرده یا اینکه نه مثلا یه چیز قدیمی وجود داشته. اینو من میزنم میاد اینجا. اول اینکه میبینید که در واقع پوشیده شده به دلیل اینکه یکی از سایت‌های احتمالاً ناجور این عکسو گذاشته. ما میزنیم روش به هر حال. همونطور که الان دارید میبینید توی حالا این فورومی که هر کسی میتونه بیاد توش فیلم بذاره، فیلمای ناجور هم معمولاً گذاشته میشه، یه اسم آقای به اسم داریوش اومده نوشته که حالا رابطه بالباس خانم کارمند گیلانی در اداره زمان 10 دقیقه. لینکاش هم گذاشته، تماشا آنلاین داره، همیشه هم داره، همون عکسام هست همونطور که میبینید. کاری به این نداریم، میریم سراغ تاریخش. نوشته پست 28 ژانویه 2023. الان برج 8ایم، جنوری یا همون ژانویه همونطور که میدونید برج 1 سال میلادیه، یعنی 8 ماه پیش یه همچین چیزی تو یکی از این فروما گذاشته شده برای اولین بار، یعنی توی یکی از این فرمای ایرانی، و این نشون میده که اصلا چیز جدیدی نیست. یعنی حتی این ماجرا قبل از ماجرا رضا ثقتی بوده. خیلی هم میگن که نمیدونم یه هاردی پیدا شده که حالا یه سری این فیلما بوده، برای گیلان بوده. مثلا واقعا خیلی مبتذله این نحوه حرف زدن، یعنی اصلا کاری ندارم، شاید واقعا یه نفر، اینم به هر حال فرض بکنیم که ایرانی باشن، یکم حالا هوای عربی دارن استایلی که حالا خانم زده. من خود فیلمم کامل ندیدم که حالا بتونم از روی صدا ببینم اصلا حرف ایرانی میزنن نمیزنن، اصلا برای شمال کشور هست یا لهجه یه جای دیگر رو داره. به هر حال اگه فرض بکنیم که واقعا ایرانی باشه، میبینیم که 8 ماه پیش حتی قبل از ماجرای رضا ثقتی و اون فیلمای گیلان و باجناق و اینا این پست شده بوده. بنابراین خیلی واضحه که این موضوع نمیتونه حقیقت داشته باشه.